دوست داری واسه هر استایلت یه دونه کشموی متفاوت داشته باشی، تو این ویدیو همراه ما باش. پارچه مستطیلی که واسه این کار انتخاب میکنیم عرضش میتونه 5 تا 20 سانت باشه و طول پارچه‌مون میتونه 50 تا 80 سانت باشه. که خب این بسته به سلیقه شما و اینکه دوست دارید کشتون تو چه سایزی باشه متفاوته. کشایی که استفاده میکنیم کشای 1 سانتی و نیم سانتی هستن که به صورت متری توی بازار هست و میتونیم تهیه کنیم. به دو تا سنجاق قفلی هم نیاز داریم واسه این کار. وقتی پارچه مورد نظرمون رو انتخاب کردیم، اینجا روی کارمون هستش. ما کارمون رو دولا می‌کنیم، یعنی روی کار به روی کار. ما باید از ابتدا تا انتهای کارمون رو دوخت بزنیم. ولی باید توجه داشته باشید که ابتدا و انتهای کارمون حدود 2 الی 3 سانت دوخت نمی‌زنیم و از بعد از اون شروع می‌کنیم به دوخت زدن. من کارم رو به این شکل با سوزن فیکسش کردم و آماده است کارم که برم پای چرخ. تنظیمات چرخمون رو میذاریم روی دوخت ساده و درجه دوختمون رو هم میذاریم روی 3. خب حالا به همون شکلی که گفتیم 2 الی 3 سانت ابتدای کارمون رو دوخت نمیزنیم و از بعد از اون شروع میکنیم به دوخت زدن. زپاس دوختش حدوداً نیم سانت باشه کافیه. خب رسیدیم به انتهای کارمون. این قسمت رو هم 2 الی 3 سانت دوخت نمیزنیم. و فراموش نکنید که محکم کاری درزتون رو انجام بدید. خب حالا کارمون رو با استفاده از یه دونه سنجاق قفلی برمیگردونیم به این صورت. بهتره این قسمت درزمون رو اتو بزنیم که کارمون شکیل تر باشه. خب حالا اون قسمتی که گفتیم دوخت نمیزنیم، از این قسمت میایم دوتا کارمون رو به هم وصل میکنیم. دوتا درز رو روبروی هم میذاریم و کارمون رو از قسمت عرض به هم وصل میکنیم به این صورت. دوخت این قسمت ممکنه یه مقدار واسهتون سخت باشه، ولی اگر با سوزن فیکس کنید کارتونا کار راحت تر پیش میره. مدام توی دوخت دوتا قسمت رو با هم فیکس کنید. این همون قسمتی بود که الان دوخت زدیم. کارمون به این شکل آماده شد. حالا از داخل این قسمت کشمون رو رد میکنیم. من از کش 1 سانتی استفاده میکنم و 16 سانتش رو علامت میزنم. حالا شما بسته به اون میزان کششی که کشتون داره ممکنه این مقداری که جدا میکنید متفاوت باشه. خب یه طرف کشمون رو به پارچه وصلش میکنیم. و سمت دیگه کشمون که قراره از داخل کارمون رد کنیم یه دونه سنجاق دیگه میزنیم و به این صورت از داخل کارمون رد میکنیم. حالا ما این دوتا قسمت را روی هم قرار میدیم و چند بار دوخت رفت و برگشتی انجام میدیم. حتی اگه کشتون نیم سانتی بود شما میتونید این قسمت رو گره بزنید. حالا برای این قسمتی که بازه ما این مقدار اضافهش رو میدیم داخل و یه دوخت نیش باید این قسمت بزنیم. دوخت نیش به دوختی میگن که از کنار درزمون دوخته بشه. اینم از دوخت نیشمون نتیجه نهایی کارمون.